به یه قسمت دیگه از برنامه آن سالت خوش اومدین. قبل اینکه این قسمت رو شروع کنم میخواستم یه تشکری ازتون بکنم به خاطر کامنت های قشنگ و مهربونونهی که برام گذاشته بودین تو قسمت آخر این برنامه. میخواستم بگم که من حالم خیلی بهتره و این حالای بد هی میاد و میره، اما همین که بدونم شما انقدر پشتمین و هوامو دارین و این حرفای قشنگی که زدین اصلا کلن خوب تو زندگی من خیلی تاثیر مثبتی میذاره و ازتون خیلی ممنونم. حالا بریم سر این قسمت که یکی از قسمت های مورد علاقه خودمه. برنامه امروز راجبه یه چیزیه که من مدت هاست خودم راجبش خیلی کنجکاوم، این ور اون ور میبینم و جزو اون سابجکت هاییه که فکر میکنم قسمت های اول آنسافت و مخصوصا وقتی درست میکردیم راجبه این چیزهای عجیب غریب و پنهان خیلی صحبت میکردیم و برای همین خیلی الان سرش ذوق دارم که با همدیگه این موضوع رو بشکافیم. و اون چیزی نیست جز اتاق های پشتی. حالا اصلا اتاق های پشتی چی هستن؟ اتاق های پشتی بعد دیگه ای از دنیا هستن که بعضیا بهش دسترسی دارن. حالا توی این اتاق ها طبقات مختلف هست، موجودات و هیولاهای مختلف هست که میخوایم راجعش صحبت کنیم. و چیزی که خیلی وحشتناک و عجیبه اینه که وقتی که تحقیق اینو ما داشتیم انجام میدادیم، من یکی از این اتاق ها رو که دیدم متوجه شدم که خودم تا حالا وارد اینا شدم و سالها بود که تصویرش تو ذهنم مونده بود اما فکر میکردم که یه خوابه، اما بعد دیدم که اصلا اینه توصیفیه که از این اتاق شده. پس اگه براتون جالبه که راجع به بعد وحشتناک اتاقهای پشتی، موجوداتی که توی این اتاقها هستن، اینکه چجوری از اونجا ممکنه سر در بیارین، چجوری فرار کنین و اینکه تجربه شخصی من با این اتاق چی بوده بیشتر بتونین، مثل همیشه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که میدونین خیلی باور دارن که دنیای ما دنیای ماتریکس و این دنیا دچار یه سری گلیچ میشه. که اگه که نمیدونین که گلیچ و ماتریکس یعنی چی، ماتریکس یعنی یک دنیای کامپیوتری و ساختاریه و گلیچ اون اتفاقی که تو بازی ها توی چیزای کامپیوتری میفته که یهو یه چیزی خراب میشه، یه چیزی اونجور که باید پیش نمیره. و دنیای ما هم خیلی اعتقاد دارن که دچار این گلیچ ها میشه. برای بعضیا پیش اومده که پرنده رو میبینین که بدون اینکه بال بزنه همینجوری گیر کرده تو هوا. خیلی اعتقاد دارن که انسان ها و همزادهایی که دقیقاً کپی هم هستن که بعضی موقع پیدا میشن جزوی از گلیچ دنیای ما هستن و و و اتفاقای مختلفی که توی اتفاق احساس می‌کنی دو بار افتاده، یا مثلا مامانت تو اتاق می‌بینی بعد می‌بینی توی آشپزخونم دیدیش، یا کلاً اتفاقای خیلی مختلفی می‌افته که به عنوان گلیچ می‌شناسن. اما چه اتفاقی می‌افته که تو کلاً از این بود گلیچ کنی و وارد یک بود دیگه بشی؟ اینکه یه جایی بری که هیچ انسانی در واقع نباید پاشو به اونجا بذاره و توی بود دیگه گیر بکنی. این شاید خیلی وحشتناک به نظر بیاد، اما اینو باید بدونین که آدمایی که اینو تجربه کردن یکی دوتا نیستن. توی سال 2019 یه عکسی روی یه وبسایتی آپلود شد که این عکس توجه خیلی از آدما رو به خودش جلب کرد و اسم این عکس اتاق‌های پشتی بود. چیزی که باعث شد که این عکس اینقدر معروف بشه و توجه ملت بهش جلب بشه اینه که خیلی‌ها ادعا داشتن که نه تنها این عکس براشون آشناست، بلکه خیلی‌ها توی این عکس و محیطی که این عکس داره نشون میده بودن. حالا چطور؟ تا حالا شده خواب ببینین که توی راهروهایی که تمومی نداره گیر کردین و از یه راهرو به یه راهرو به یه راهرو به یه راهرو میرین و هیچ راه فراری ندارین، توی اتاقهای مختلف گیر کردین و اینکه انگار تنها این اما تنها نیستین و حتی بعضی وقتا تو جاهایی که گیر میکنین یه موجودی دنبالتونه. این میتونه یه نشونه ای از اتاقهای پشتی باشه که شما توی خواب واردش شدین، که خیلی ها میگن که توی خواب وارد این اتاقا میشن و این اتاقها رو دیدن، اما بعضی ها حتی ادعا دارن که توی بیداری هم میشه دسترسی به این مکان پیدا کرد، که البته این آرزو رو برای بزرگترین دشمن زندگی هم نمی کنم که بخواد توی این اتاق وارد بشه. اینکه چطوری تو توی خواب میتونی به این اتاق دسترسی پیدا بکنی یه اتفاقیه که برای بعضیا ناخواسته پیش میاد از جمله خود من. و ما بعضیا حتی میگن که یک راههایی برای دسترسی به این اتاق هست، مثل راههایی که تو با روحت پرواز کنی، راههایی که لوسید دریمینگ بکنی و چیزای مختلف که تو اپیزودهای دیگه راجعش صحبت کردم، که ما نمیخوایم روی اون زیاد دقیق بشیم که چجوری دسترسی پیدا بکنین، اما بیشتر میخوایم راجع به این اتاق توضیح بدیم. این اتاقای پشتی سه تا طبقه هستن
هستن که طبقه های اصلی هستن، اما بعضی هستن که تئوریایی هست که میگه که این اتاقها حتی و طبقات اتاقهای پشتی به صدها مرحله مختلف میرسه و تمومی نداره. اما ما میخوایم راجع به سه طبقه اصلی صحبت کنیم که طبقه صفر، طبقه یک و طبقه دوه. چیزی که همه این اتاقا با هم دیگه مشترک دارن اینه که یک احساس پوچی تو خالی، وحشت و اینکه انگار تعلق به هیچ جا و هیچ کس نداری و کاملا از درون انگار که هویتتو از دست میدی وقتی که تو این مکانها گیر میکنی. و اینکه واقعا این مکانها چیه کسی نمیدونه، فقط میدونیم که اگه که وجود داشته باشه در واقع یک بعد دیگه از واقعیت که یه بعد خیلی وحشتناکه. و میگن که اگه که تو خواب نری و توی واقعیت بیفتی توی این اتاقا، مثل این میمونه که توی سری از بازیها، مخصوصا بازیهای قدیمی، تو یهو یه گلیچی اتفاق میافتاد و تو میافتادی توی یه قسمت از این بازی که انگار که هیچ وقت نباید میافتادی. یعنی قسمت از بازی توی پشت صحنه وقتی که دیزاین شده وجود داره و حتی خیلیا تو بازیها میرن و بازیها رو هک میکنن و توی مپ بازی راه میرن جاهایی که نباید میرن، اما بعضی موقع به صورت اتفاقی هم تو میتونی یه بازی مختلف بیفتی یه قسمت از پروگرام که اصلا برای تو دیزاین نشده و این اتفاقا برای آدما میگن که تو حالا افتاده. حالا بیاین راجع به طبقاتش صحبت بکنیم. طبقه صفر که اولین طبقه ایه که وجود داره، اینا یک سری راهرو و اتاق قلکیه که موکت داره و میگن که این موکتا حالت خیس داره و کلا رطوبت و هوای خفه ای توی این اتاقا جریان داره. رنگش همینطور که میبینی حالت زرد داره و یه حالت مرده داره و روی دیواراش هم کاغذ دیواری های خیلی ترسناک و افسرده و یه حالت خیلی اصلا نمیدونم چی توضیح بدم، همونطور که خودتون تو عکس میبینید دیگه چه حسی داره. و تنها صدایی که توی این طبقه میاد صدای وزز ده این نورهای فلورسنت که توی بیمارستان ها، توی مدرسه ها این صدای تو مخ ترسناکی که تو فیلم ترسناک ها همیشه شاید میذارن، اون صدا تنها چیزیه که تو میتونی توی این اتاقا بشنوی. و وقتی که تو اینجا خودتو پیدا میکنی، هرچی که راه میری از این اتاق به اون اتاق، از این راه رو به اون راه رو، میفهمی که این محیط چقدر بزرگه و اینکه هیچ راه فراری برای تو شاید وجود نداشته باشه. هر اتاقی به یه اتاق دیگه ختم میشه، هر راهروی به یه راهروی دیگه و همه شکل همه مثل یک کابوس ناتمام و وحشتناک و خیلی خیلی تنها. و بعضی وقتی که تو این اتاقا گم میشن وحشت میکنن و بعد یه مدت شروع میکنن دویدن و دویدن و دویدن و دویدن و دویدن و دویدن و بازم به چیزی نمیرسن. و میگن که اتفاقی که تو این اتاقا میفته اینه که تو انقدر دور خودت و دور فرارت میچرخی و میچرخی که مغز تو و روان تو از دست میدی. البته که برای کسی که تو خواب به این اتاقا میرن، وقتی که از خواب بیدار میشی این کابوس خدا رو شکر تموم میشه. که البته تو کامنت ها حتما به من بگین اگه کسایی هستن که اینو تجربه کردن یا این اتاقا براشون آشناست یا بیداری تو خواب هرچی، حتما تو کامنت ها بنویسید. شاید به خودتون بگین که خب از این بدتر و وحشتناکتر نمیشه، اما طبق معمول من اینجام که بهتون بگم صبر کنین و گوش بدین که خیلی بدتر میشه. یه اتفاقی که توی طبقه صفر برای افراد سردرگم میفته اینه که بعد از روزها را رفتن تو شروع میکنی فهمیدن اینکه توی این اتاقا تنها نیستی. توی این طبقه یک موجوداتی هستن که مثل انسانهایی میمونن که شکل و شمایلشون رو از دست داده باشن و کاملا دفرم شده باشن و این موجودات کاملا سیاه کشیده، قد بلند و وحشتناکن. و از اون بدتر اینه که وقتی که میخوان دنبالت بیان، چهار دست و پا روی زمین میشینن و میدوان سمتت و از خودشون هم یک صدای قرش خیلی خیلی کمی ساطع میکنن و میگن کاری که باید بکنی اگه با این موجودات روبرو میشی اینه که بهشون اصلا نگاه نکنی و بدون اینکه صدایی ایجاد بکنی یواش 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 از جایی که اونا هستن دور بشی، یه جایی مثل سلندرمن. برای افرادی که بتونن از این جنون و از این موجود جون سالم به در ببرن، شاید یه شانس کوچیکی برای فرار باشه، اما گول نخوریم، این یک شانس خیلی 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 کوچیکه و الان راهشو بهتون میگم. میگن که اگه که خیلی خوب دقت بکنی و توی این راهروها وقتی که داری راه میری، توی یکی از اتاقا شاید یک دیواری پیدا کنی که رنگش خیلی خیلی کم با
دیوارهای دیگه متفاوته و این دیوارها، این گلیچ ها، وقتی بهشون دست میزنی از توشون در واقع میتونی رد بشی. اما مشکل اینجاست، این گلیچ میتونه تو رو وارد هر جایی بکنه. ممکنه تو رو برگردونه خونه، ممکنه تو رو دوباره از مرحله اول طبقه صفر شروع بکنه و تو مجبور شی همه این کارا رو از اول بکنی و حتی ممکنه تو رو ببره به طبقه یک. طبقه یک یک طبقه یه که همونطور که میبینین مثل یه پارکینگی میمونه که دوباره خیلی خیسه و هی طبقه به طبقه به طبقه این پارکینگ انگار هی میره پایین. یعنی اگه طبقه صفر اتاق تو اتاق تو اتاق بود، این هر چقدر بری پایین هر چقدر بری پایین دوباره میری دوباره میری دوباره میری و هر چقدر بری بالا دوباره میری دوباره میری دوباره میری. اما جالبه که بدونین که من بارها و بارها شده که دقیقاً همچین محیطی رو توی خواب نه تنها دیدم، بلکه همیشه و همیشه توی این محیط یه هیولایی که دنبال من هست بلا استثنا. حالا نمیدونم که این یه خواب تکراریه که من میبینم یا اینکه ممکنه که من بعضی وقتا به طبقه یک سر میزنم. نه تنها این پارکینگ های ناتمام رو من دیدم، بلکه توی این پارکینگ ها وقتی که راه میری میرسی به یک سری اتاق، یه سری اتاقای کاملا سفید که الان عکس اونم براتون میذارم. و من خیلی وقتا توی خوابم وقتی که این قاتل یا این هیولا دنبال من میفته، توی یکی از این اتاقای سفیدی میکنم، منو میکشه و من از خواب پا میشم. دارم تجربه‌ام بهتون میگم. حالا بیرون از چیز خوابای من بیاین راجع به این طبقه صحبت کنیم. توی این طبقه شما هنوز صدای ویز ویز چراغا رو میشنوین، اما توسط صداهای وحشتناک دیگه که میاد اون صدا در واقع ماسک میشه و صدایی که میشنوین اینه که اتاقهای مخفی انگار هست که از اون تو داره صدا میاد، صدای لوله در دیوار، صدای ماشینهایی که انگار دارن کار میکنن. کلا سر و صدا و کیاس توی این طبقه خیلی زیاده، یعنی هرج و مرج توی این طبقه زیاده. بعد از اون چیزی که راجع به این طبقه متفاوته، نه تنها هی میپرن، هی دیدین بعضی چراغای تخ تخ روشن خاموش میشن، بلکه توی یه سری از این اتاقا کاملا چراغا از کار میفتن و شما با تاریکی مطلق مواجه میشین. و این موقعیه که خیلی از موجودات این طبقه میان سراغ شما. شما وقتی این اتفاق میفته شما با صدا میتونین تشخیص بدین که یک سری موجود نزدیک شما هن. و کاری که باید بکنین اینه که بلا فاصله از این صداها فاصله بگیرین و دور بشین و به اتاقای دیگه برین تا نور رو دوباره پیدا بکنین. البته که توی نورم شما اصلا در امان از این موجود موجودات نیستین و طبق تجربه خود من هرچی طبقه پایین تر برین موجودات وحشتناکترن و بیشتر دنبالتون میان. پس اگه که توی این پارکینگ های دیگه گیر کردین حداقل سعی کنین که بالا بمونین. و توی این طبقه تمام این موجودات دنبال شما میفتن و قصد جونتون رو دارن. توی طبقه اول شما گم شدین و دشمنتون در واقع بیشتر خودتون میشین، چون که از لحاظ ذهنی انقدر تحت فشار قرار میگیرین که ممکنه همونطور که گفتم روانتون رو دست بدین و یه موجودی هم هست که اونجا سرگردانه و ممکنه باشه درگیر بشین. اما توی این طبقه که شما اصلا در امان نیستین و کار اصلی که باید بکنین فرار کردن از این موجودات. و بعد از اینکه تمام طبقه رو توضیح بدم بهتون، موجودات طبقات رو با دیتیل دقیقم توضیح میدم که این هیوله ها چی هستن، چه شکلی هستن، چی کار میکنن و و و و میریم سر طبقه دوم که من الان تحقیقات آن ساختم و من موضوعات رو انتخاب میکنم و یه سری دیتیل میدم و گلناز اسیستنتم کسیه که میره و اطلاعاتو برای من جمع میکنه. و وقتی که این عکس به من نشون داد، من همون لحظه نفسم در نیومد از ترس، به خاطر اینکه من سالها پیش یه خوابی دیدم و این خواب انقدر برای من واقعی و خاص و وحشتناک بود، با اینکه من خواب دائما خوابای ترسناک می‌بینم، که این خواب جنسش یه طوری بود که هنوز که هنوزه به وضوح تو ذهن من مونده. و وقتی که من این عکسو دیدم با دیتیل و دقیق میتونم بهتون بگم که خواب من دقیقاً این جایی بود که این عکس داره نشون میده و واقعاً دارم بهتون راستشو میگم. من معمولا وقتی که آن ساب تو درست میکنم بهتون میگم اینا من نمیدونم واقعی یا نه، نمیدونم وجود داره یا نه، اما بهتون میتونم بگم که این چیزی که تو این عکس هست تو من تو خواب دیدم و خیلی وحشتناک و ترسناک، یعنی حتی رنگش هم همین شکلی بود و دیوارا همه چی. همونطور که میبینین این یک راهروییه که روی دیواراش لوله کشی ها زده بیرون و همه چی رنگ زنگ زدگی داره و خرابی داره. دیوارا آجرها شکسته، رنگا پریده، همه چی زنگ زده و حالت خیلی حس و حال
خطرناکی داره، نمیدونم چی جوری بگم، انگار که تو وارد یک شکنجه خونه شدی، جایی که شکنجه میکنن شدی، و میگن که توی این محیط تو احساس ناامنی و خفگی و به شدیدترین حالت ممکنه که تو تجربه میکنی و میدونی که امنیت تو کاملا توی این طبقه از بین رفته. و میگن که با اینکه طبقه 0 و 1 فرار کردن ازشون احتمال خیلی کمی داره، میگن که این طبقه اگه بهش برسی و اینجا گیر بکنی تقریبا هیچ شانسی از فرار ازش نداری. و توی این طبقه 1 یه شخصی هست به اسم سیریال من. جالبیش اینه که من دقیقا توی این خوابی که دیدم داشتم از درست یک شخصی فرار میکردم که این سیریال من خیلی بهش میخوره. چرا؟ چون سیریال، مثلا شنیدین میگن سیریال کیلر، قاتل زنجیره‌ای. حالا من میخوام بهتون بگم که چیزی که من دیدم چه شکلی بود. همونطور همه چی گفتم توی گفتم زنگ زده بود، همه چی خراب بود و یه سری اتاقکای من اینجا دیدم که حالت اتاقهای شکنجه داشت و توش حتی سمبل‌های مثل سمبل پنتاگون که اون دایره است که توش یک ستاره کشیده شده اینا بود و تمام خونی بود و انگار که اینجاها قبلا توش انسان‌های مختلفو کشته بودن. و توی این راهروها که من داشتم از این موجود، این سریال من فرار می‌کردم، یه سری جاهای سوراخ‌هایی بود که یهو می‌تونستم ببینمش و یک مردی بود انگار که پوست و گوشتش خیلی داغون بود، انگار که داشت آب می‌شد و این دستش انگار که یک تبری، یک شمشیری، یک اسلحه سلاخی بود که روی زمین می‌کشید و خودش رو اینجوری می‌کشید جلو و دنبال توی که داره می‌گرده تا تو رو سلاخی بکنه. و این موجود وجودش انقدر سنگین بود، انقدر انرژیش، که من تمام خواب داشتم از دست این در واقع فرار میکردم. و همونطور که گفتم، با اینکه 6-7 سال پیش این خواب رو دیدم، هنوز که هنوزه این روز من این خواب رو یادم میاد. و این موجود موجودی بود که من ازش فراری بودم و میدونستم که اگه منو گیر بیاره درد و تو خواب قراره به معنای واقعی من حس بکنم و این در واقع میتونه اون سیریال من باشه، هیولای این طبقه. و اگه بخوام بهتون تشبیه کنم که چه نوع اتمسفری و این موجود چیه، اگه که بازی اوتکست رو کرده باشین، مخصوصا بازی اولیش، این مردایی که به لخ بودن و به جنون رسیده بودن و وقتی گیرت میآوردن فقط میزدنت، واقعا به اوتکست میتونم بگم که شبیه بود. فقط اوتکست همه چی نور شب چیه، دوربینا نور شب میگیرن که همه چی سبز میشه، اما اینجا همونجوری گفتم همه چی برنز، زنگ زده است، خونیه همه چی. و این تجربه من بوده و الان میگم که احساس میکنم که اون بک‌روم خواب دیدم، نمیدونم. و این اتاقهای پشتی کلن سمبولی از چیزهایی هستن که ما ازشون وحشت داریم: مرگ، تنهایی، سردرگمی، تاریکی، موجوداتی که نمیشناسیم. و میگن که این همونطور که گفتم بعدیه که از وحشت انسان انگار درست شده. و من جایی هم شنیدم حتی که بعضیا میگن که اگه که تو خواب توی بک‌روم ما خودتو پیدا بکنی، مخصوصا طبقه 0، یه اتاقی هست، یه دری هست که اگه اون درو پیدا بکنی، از این در میتونی از خواب و این بک روما خارج بشی و وارد استرال پروجکشن بشی. استرال پروجکشن یعنی سفر روح. نمیدونم یه قسمت راجبش دقیقاً درست کردم یا نه، خیلی تالا راجبش تو قسمت‌های مختلف صحبت کردم، نمیدونم. اما کسایی که آن سافت و قشنگ می‌بینن، که خیلیاتون این که آی لوف یو می‌دونین که راجبش چیام سوال می‌کنم، اینم یه تئوری دیگه است که تو از حالت لوسی دریم در میای و وارد استرال پروجکشن میشی، چیزی که من شنیدم اما زیاد راجبش نتونستم اطلاعاتی پیدا بکنم. حالا بریم سر موجودات دنیای اتاقهای پشتی. اینا یه سری اسمم برای موجودات گذاشتم. میگن که طبقه 0 که بهتون گفتم یک موجودیه که شبیه یک انسانیه که دفرم است و سیاهه و کشیده است، که عکسش هم گذاشتم. توی طبقه 1 ما چند تا موجود دیگه داریم: دالرز، فیسلینگز، هاوندز، سکین استیلرز و اسکرچرز. دالرز موجوداتی هستن که شبیه انسانن اما شبیه انسان نیستن. در اینها اینا موجوداتی هستن که توسی تیره هستن و به نظر میاد که اینا پوست به تنشون نیست و چیزی که تنشون رو دور هم نگه داشته یک ماده شل و لزجیه. و میگن که کسای مختلف اینا رو به شکلهای مختلف میبینن، اما بیشترین تعریفی که میکنن اینه که همونطور که گفتم بدنشون انگار که جامد نیست اونقدر و یواش یواش انگار که دارن آب میشن و ازشون داره گوشت و خون و آب میچکه. میگن که این موجودات میتونن بدنشون رو، همونجوری که گفتم، وقتی آب میشه به شکلای مختلف در بیارن و بعضی موقع حتی میتونن کاملا آب بشن و تبدیل بشن به یک گودال توسی، که میگن حواستون باشه تو طبقه اول تو این گودالا پا نذارین، چون شما رو میکشن تو و در واقع شما رو میخورن. موجود بعدی فیسلینگز ها هستن که حس میکنم خیلیاتون ممکنه تو خوابی همچین چیزی رو دیده باشین، که یک انسان هایی هستن که صورت ندارن، صورتشون کاملا پوست خالیه، مثل
سلندرمن و میگن که مدلای مختلف دارن. آدم بزرگاش هست، بچه های کوچیکش هست، زن هست، مرد هست و میگن که این موجوداتی هن که از همه معروف ترن و اکثرن کسایی که تو خواب اتاقای پشتی رو میبینن این موجودات رو خیلی زیاد اونجا میبینن و میگن که گروه بچه هاشون از همه وحشی ترن و به صورت گروه های دو یا ستایی میان و به تو حمله میکنن به قصد کشت و با خودشون همیشه یک اسلحه های تیز دارن، مثل چاقو، مثل تیغ، مثل شیشه شکسته و با اونه که به قربانی خودشون حمله میکنن. موجود بعدی اسمش هاونده که یک انسان حیوان نما گرگ نماست که روی چهار دست و پاشه و صورت پرموی داره و مثل فکر کنین یه انسان و یه گرگ رو با هم قاطی کنی یه همچی موجودی در میاد که عکسش رو اینجا دارین میبینین. اینا دارای دهنای خیلی بزرگ و دندونای خیلی تیزی هستن و معمولا کاری ندارن و آرومن تا وقتی که انسان رو میبینن و وقتی انسان رو میبینن کاملا وحشی میشن و به حالت حمله خودشون در میان و با اینکه خیلی لاغر هستن و حتی قفس سینه‌شون از بدنشون زده بیرون و حالت یک موجود خیلی لاغر و مرده دارن، قدرت خیلی زیادی دارن وقتی که به انسان ها حمله میکنن. موجودات بعدی اسمشون سکرچره، یعنی خارونک که همجوری که تو عکس میبینی یه موجوداتی هن که تو تاریکی کمین میکنن و انگشتا و ناخونهای خیلی بلندی دارن و چشمای تیرهی دارن و میگن که تو تاریکی اینا خیلی خوب میبینن و از اونجایی میتونی بفهمی که اومدن که صدای خراش دادن ناخوناشون روی اطرافته که میفهمی که دارن به نزدیک میشن چون توی تاریکی حمله میکنن و طوری که تو میتونی این موجودات رو به خودت جذب بکنی با صداست، چون اینا تو تاریکی همونطور که گفتم میرن اینور اونور، گوشاشون خیلی تیز و با صدا جذب میشن. این منو یاد The Last of Us 2 میندازه. یه نوع زامبیای جدید اومده بودن توی The Last of Us 2 که توی این ساختمونای متروکه که میرفتی تو تاریکی که میرفتی باید ساکت میموندی و از یه جا یهو میپریدن رود و بقیهشون میومدن که دقیقاً یه همچین موجودات اینجوری میز و آدم یعنی زامبی بودن اما خب میپریدن رود تو تاریکی. آره شبیه اونا. میگن که کارهایی که بابا کنی اگه یه اسکرچر به حمله میکنه این که بدوی تند اما ساکت و سعی بکنی که باهاش درگیر به هیچ وجه نشی. این بود از طبقه دو. اون قاتل سریال من هستش که یک مرد خونین و مالیله که فقط میاد که تو رو برای لذت خودش شکنجه بده. خیلی خوب بچه ها، این بود از برنامه امروز. یادتون نره که حتما توی کامنت ها برام بنویسین اگه که همچین خوابایی دیدین، تجربه اینطوری داشتین، به نظرتون این اصلا این موضوع چی، اگه اطلاعات بیشتری دارین تو کامنت ها بنویسین. من خیلی برام جذابه که بدونم و مطمئنم بقیه هم بعدش نمیاد که بدونن. بازم مرسی از محبتتون سر اپیزود قبل، از ساپورتتون، از اینکه آن سافت رو یه سال دارین میبینین و هوای منو دارین. خیلی دوستتون دارم. کامنت، لایک، سابسکرایب یادتون نره و تا قسمت بعدی خدا به